نیکاهنگ کوستا تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند. خوش آمدید آقای کوستا. با اینکه نهادهای مختلف وظیفه دارند برای جلوگیری از اثر سیلاب‌های بزرگ، هم پیشگیری بکنن هم مدیریت بحران بکنن، اما باز می‌بینیم که همچین اتفاقی نیفتاده. هزاران نفر از این بی‌برنامگی‌ها لطمه دیدن. به نظر شما نهادهای مختلف چطور می‌تونستند خسارت‌های سیل رو کاهش بدن؟ درود بر شما. نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی معتاد به غافلگیر شدن هستند. یعنی ترک اعتیاد اینها شاید مهمترین اتفاق مثبتی است که بیفته. در نظر بگیرید که مناطقی در محدوده بلوچستان، یعنی در قسمت جنوبی استان سیستان و بلوچستان، در بسیاری از سالها شرایط سیلاسای بسیار سختی رو سپری میکنه. اما همونطوری هم که در ابتدا شما گفتید، با وجودی که اطلاع داشتن از اینکه چه مناطقی میتونه آسیب ببینه از سیلاب و با توجه به مثلا به سیلاب سال 1398، باز این اتفاق نمیفته و بسیاری از مردم قربانی میشن. و نکته دردناکتر این هست که این مناطق جزو خشک‌ترین مناطق ایران هستن، اما همین مناطق خشک الان نمیتونن یک نقطه خشک رو پیدا کنن، چون همه جا بارانیه و سیل اومده. نکته این هست که چگونه میتوان بخشی از این سیلاب رو ذخیره کرد و برای آینده استفاده کرد. مهم این هست که بتوان سیستم‌های سطوح آبگیر باران سنتی این منطقه رو کمک کرد به اهالی اون منطقه، مثلا هوتک‌ها یا دگارها، که اینها بتوانند آبی رو حفظ بکنند برای استفاده بعد. و این حفظ آب میتونست بخشی از قدرت سیلاب و قدرت تخریبی اون رو بگیره، چرا که به خاطر این گلولایی که همراه این آب هست میزان تخریب بسیار افزایش پیدا میکنه و متاسفانه این خاک ارزشمند به دریای عمان میریزه و مسئولان جمهوری اسلامی هیچ گونه احساس مسئولیتی در قبال این همه فرسایش خاک نمی‌کنند. آقای کوستا، پس به نظر میرسه که این سیلا و این تخریب‌ها کلا قابل پیش بینی بود، درسته؟ بله، قابل پیش بینی بود که بالاخره زمانی میفته، اتفاق میفته. اما نکته این هست الان در خیلی از مناطق میان پهنه بندی میکنن، یعنی ببینن کدوم مناطق از منظر سیلابی وضعیت خطرناکتری دارن، یعنی یک جا ممکن هست حتما اگر سیل بیاد وضعیت خطرناک پیدا کنه، هم برای مردم و هم برای طبیعت، و یا اون قسمتی که خطر کمتری دارن تا اون که خطرش به حداقل میرسه. این پهنه بندی ها کمک میکنه که در حقیقت ما بدونیم که در سیلاب بعدی کدوم مناطق بر اساس حالا موقعیت توپوگرافی که دارن یا میزان فرسایش خاکی در اون منطقه است یا عوامل دیگر چه سرنوشتی پیدا میکنن. اما از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم که یکی از روش های مهار سیلاب استفاده از فضاهای سبز هست و این آبی که الان داره اینجا استفاده میشه، خب میتوان از برخی از گیاهان بومی با مشورت با متخصصان اون منطقه استفاده کرد که اون هم بتونه کمک کنه قدرت و سرعت و میزان تخریب سیلاب رو در حقیقت کاهش بده. اما چنین اتفاقی نمیفته و متاسفانه تبعیضی که ما در محدوده سیستان و بلوچستان میبینیم، به ویژه در بخش بلوچستان، داره بیداد میکنه از این باب. ممنون از توضیحاتتون. نیکاهنگ کوستا، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن همراه ما بودید.